بی باده کشید بار تن نتوانم. من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دگر بگیر و من نتوانم. از همین جا بود که عشق به دریا و قایقرانی تبدیل به تفریح همیشگی او شد. هنگامی که به وود بریج بازگشت، توسط دوست ماهیگیری به نام فلیچر یک قایق زیبا برای خود خرید و روزها اغلب با قایق به رودخانه شهر می رفت. چندی بعد از این تفریح هم روی گردان شد و دیگر هرگز سراغ قایق خود نرفت. بعد از بازگشت از لاوستاف به ویلای لیتل گرانج که چند سال قبل خریده بود نقل مکان کرد و تا زمان مرگ همانجا ماند. ادوارد هنگامی که به این خانه آمد 64 ساله بود و به علت ضعف شدید بینایی قادر به مطالعه نبود. عصرها جوانی به منزل می آمد و برایش کتاب می خواند. وقت شناسی این جوان به گونه ای بود که ادوارد او را روح خانه خطاب می کرد. هر روز بعد از رفتن جوان اندکی برای خود ارگ می نواخت یا قطعی آواز زیر لب زمزمه می کرد و سپس به بستر می رفت. هرچه به انتهای زندگیش نزدیکتر می شد، خود را منزوی‌تر و تنها‌تر از قبل می‌یافت. همیشه تأسف روزهای جوانی را می‌خورد که بیهوده تلف کرده بود. در آخرین روزها حسرت چیزی را می‌خورد که به گفته خودش در جوانی آن را از دست داده بود. ادوارد زمانی عاشق دختر کشیش خود به نام کارولین کرپ شده بود. بارها به خواستگاری او رفت و کارولین علی‌رغم عشقی که به ادوارد داشت هر بار به او جواب منفی داد، چرا که ادوارد با پدر کشیش او برخورد خوبی نداشت. کارولین رفتار او را توهین به کلیسا می دانست و گفته بود تا توبه و دوباره غسل تعمید نکند به او جواب مثبت نخواهم داد. ولی خودش نیز به دلیل علاقه زیاد به ادوارد ازدواج نکرد. در همان سالها ادوارد با پیر دختر نازیبایی به نام لوسی ازدواج کرد، ولی این پیوند بیش از 2 ماه دوام نیاورد. برخی از زندگی نامه نویسان نوشتند بعید نیست ادوارد قصد داشت با ازدواج خود با لوسی راه ازدواج کارولین را باز کند. اما کارولین با وجود برخورداری از زیبایی هرگز ازدواج نکرد. او پس از مرگ پدر در خانه برادرش مرتون کشیش زندگی. مرتون از دوستان بسیار نزدیک ادوارد بود. عجیب آن است که علی‌رغم گریز همیشگی از کلیسا، در اواخر عمر مدام جملاتی از خطابه های حضرت مسیح را با خود زمزمه می کرد. با وجود بیماری روزافزون استراحتش کمتر شده بود. شبها دیرهنگام به بستر می رفت و صبح زود بیدار می شد. حالتی از غم و نارضایتی در او دیده می شد. هنگامی که از پزشک مخصوص خود شنید بیماری قلبیش به نقطه خطرناکی رسیده است، در کمال حیرت ابراز خرسندی کرد. وصیت‌نامه‌اش را به دقت تنظیم و تابلوها و کتابهای خودش را بین اقوام و دوستان توزیع کرد. هنوز بیشترین لذت را هنگام حضور در دامن طبیعت می برد. ولی در کنار صدای باد در شاخه ها صدای روبنگیزی از دل زمین می شنید که او را به گذشتن از همه چیز هشدار می داد. در 13 ژوئن سال 1883 ادوارد
علی‌رغم بیماری شدید و دوری راه، لیتل گرانج را به قصد خانه مرتون در ناحیه نورف ترک کرد. کسی چه می‌داند؟ شاید ندایی از درون ساعت مرگش را اعلام کرده بود و ادوارد قصد داشت آخرین ساعت زندگیش را در زیر سقفی بگذراند که معشوق نیز در آنجا بود. غروب به منزل مرتون رسید. بعد از حرف شام و گفتگوی مختصر، خستگی را بهانه کرده به بستر رفت. صبح روز بعد مرتون که قصد بیدار کردنش را داشت، دانست ادوارد به خواب ابدی فرو رفته است. چون عمر به سر رسد چه بغداد و چه بلخ، پیمانه چو پر شود چه شیرین و چه تلخ. خوش باش که بعد از من و تو ماه بسی از سلخ به غره آید، از غره به سلخ. پیکر ادوارد به کلیسای بولج منتقل و بنا به وصیت خودش او را جایی بیرون از مقبره خانوادگی به خاک سپردند. تأکید بسیار داشت که هرگز مرا در مقبره خانوادگی دفن نکنید. بگذارید هر روز صبح نور خورشید بر مزارم بتابد. بر سنگ مزار ادوارد جمله‌ای حک شده است که متعلق به خود اوست: سپاس خدای را که خالق ماست، نه ما خالق او. خیام نیز در آخرین لحظات قبل از مرگش جملاتی دارد که شنیدنش برای کسانی که ملحدش می دانند جالب است. از داماد او امام محمد بغدادی نقل است که خیام الهیات شفای ابن سینا را مطالعه می کرد. چون به فصل واحد و کثیر رسید، خلالی میان کتاب گذاشت و گفت: جماعت را بخوان تا وصیت کنم. چون اصحاب گرد آمدن، وصیت کرد و به نماز ایستاد. دیگر چیزی نخورد و نیاشامید تا هنگام نماز عشاء که به سجده رفت و این جمله را گفت: خداوندا، به قدر امکان خود تو را شناختم، مرا بیامرز، چه معرفت من تنها راه به سوی توست. چون ابر به نوروز رخ لاله بشست، برخیز و به جام باده کن عزم درست. کین صبر که امروز تماشاگه توست، فردا همه از خاک تو برخواهد رست. بر بالای سنگ مزار ادوارد نیز شاخه های گل سرخی رویده که قصه جالبی دارد. یک سال پس از مرگ ادوارد، یعنی در پاییز سال 1884 میلادی، زمانی که شهرت او به خاطر ترجمه خیام جهانی شده بود، افسر جوانی به نام سیمپسون که توانسته بود از مزار خیام در ایران دیدن کند، چند ساق گل سرخ را از اطراف مزار چیده به انگلستان نزد کواریچ، صاحب انتشاراتی آثار فیتزجرالد، می فرستد. کواریچ ساقی گلها را به کیو گاردن تحویل می دهد تا پرورش دهند. گلها در باغ پرورش یافته به بار نشستند. گلهایی که همکنون زینت بخش میدان مقابل
ساختمان اصلی کیو گاردن است. 9 سال پس از مرگ ادوارد، یعنی اوایل بهار سال 1892، اعضای انجمن خیام به همراه تعداد زیادی از ادیبان و صاحب منصبان مراسمی بر سر مزار ادوارد برپا کردند و شاخی از همان گل سرخ را بر مزار او کاشتند. اکنون بیش از 100 سال است که هر بهار گلهای مزار ادوارد همچون گلهای باغ خیام به شکوفه می نشینند. کسی چه می داند؟ شاید شعر خیام با سوالات فلسفیش، ترجمه فیتزجرالد با همه ظرافتش، صحافی سنگورسکی با همه زیباییش و اکنون کشتی تایتانیک با همه عظمتش اجزای قصه‌ای واحد باشند که نویسندهش نه تو باشی و نه من. شاید راز آن را باید در غرق این قول دریاها جستجو کرد. با ساخت این قول دریایی همگان پذیرفته بودند که زمان غلبه انسان بر نیروهای طبیعی فرا رسیده است. عاقبت تایتانیک در میان حیرت و شور و شوق تماشاچیان و مسافران به سوی آمریکا رهسپار شد. غافل از آن که طبیعت نیز برای دیگرگون کردن اندیشه نوین بشر در مقابل خود آماده می شد. چند شب بعد پهنه اقیانوس اطلس صحنه نبردی کوتاه بین انسان و طبیعت شد و کشتی تایتانیک با برخورد به کوه یخ از هم دریده و در کمتر از 3 ساعت کاملا غرق شد. در طول شبی هولناک 705 مسافر نجات یافتند و 1500 نفر به همراه بدنی عظیم کشتی به قعر اقیانوس رفتند. همان شب لحظاتی قبل از شکستن کشتی هری ویدنر را در عرشه دیدند، در حالی که صندوقچه کوچکی از چوب ماهون را در آغوش داشت و می گفت اگر من قهر شوم، این کتاب نیز برای همیشه به همراه من در اعماق اقیانوس مدفون خواهد شد. With them the seed of wisdom did I sow, and mine own hand wrought to make it grow. And this was all the harvest that I reap. I came like water, and like wind I go.